کنیم. آقای غفوری، صحبت های وزیر خارجه آمریکا بپردازیم که گفته حتی در صورت برداشته شدن، حتی در صورت توافق در وین، به صدها تحریم همچنان علیه ایران باقی میمونه. آیا میشه برداشتی داشت، پیش بینی داشت از ابعاد تحریم هایی که باقی میمونن و همینطور تحریم هایی که رفع میشن؟ بله، ببینید، سر دستن این تحریم ها، یک عده تحریم هایی هستن که وقتی که آقای ترامپ از برجام خارج شد وابسته به برنامه هسته‌ای ایران برگردوند. الان آمریکا راضی است که تمام اون تحریم ها لغو بشه. یک دسته از تحریم ها اونهایی هستن که ذیل مسئله مقابله با تروریسم یا فعالیت های ایران در منطقه، تحریم های حقوق بشری یا خرید و فروش سلاح های متعارف غیر هسته‌ای، ذیل اونها اومدند. آمریکا اصرار داره اونها رو نگه داره. دسته سوم خیلی پیچیده است. اصل مذاکرات هم بر سر دسته سوم. دسته سوم تحریم هایی هستند که دوبله تحریم شدن، یعنی یک بار ذیل مسئله هسته‌ای تحریم شدن، یک بار ذیل تروریسم. بخشی از صنعت نفت، پتروشیمی و بانکداری ایران به این صورت هست. یعنی اگر الان تحریم های هسته‌ای رو لغو بکنند، باز هم ایران عملا نمیتونه نفت بفروشه و پولش رو بگیره. حل این مسئله است که مذاکرات رو تا این لحظه پیچیده کرده، وگرنه دو دسته دیگر کاملا روشنن. تحریم هایی که کاملا رفت دارن به اقدامات تروریستی، اونها رفت نمیشن. تحریم های برجامی رفت میشن. سر مسائل تکنیکی این تحریم های بینابینی است که الان دارن چونه میزنن طرفی. انتشار این تصاویر جدید از فعالیت های اتمی غیر عادی ایران در شرق تهران رو چطور میبینید؟ همزمان هم با اینکه اینقدر حساسیت آژانس نسبت به فعالیت های ایران افزایش پیدا کرده، فکر میکنید تأثیری بذاره بر روی همین مذاکرات برجام؟ خب، سایت سنجریان سایت حساسی است از این نظر که اصلا فعالیت های مربوط به فعالیت های اتمی به این صورت نیست. سایت سنجریان سایتی است که در اون قرار بوده چاشنی های انفجاری تست بشه، در واقع EBW ها اونجا تست بشن، یا شاکویف جنراتور ها، شاکویف دیستریبیوتور ها. این ها رو آژانس میدونست حتی قبل از اسناد اسرائیلی ها. در سال 2008 ایران آمد یک سری توضیحات داد، گفت که ما اینها رو رفته بودیم تست بکنیم برای مهار چاه‌های نفت. خب آژانس هم باور نکرد، اما در نهایت حل اختلاف کرده بودن. اسناد اسرائیلی ها که آمد بیرون از ایران، دقیقا با تصویر نشون داد که یک آپر چمبری، یک لوئر چمبری هست اونجا. تست ها انجام شدن، حتی در یکی از عکس ها اونطور که من دیدم 8 تا EBW اونجا بوده، تست های اپتیکال گرفته شده. این نگرانی کارشناس های اتمی رو در واقع برانگیخته، به خاطر اینکه همزمان با اینکه شما غنی‌سازی 60% دارید در ایران میبینید، همزمان که 300 روز است که دسترسی بازرسان آژانس قطع شده زیر پروتکل الحاقی، چون این فعالیت هایی میتونه باعث نگرانی بشه که اون پروژه آماد، پروژه ساخت سلاح های هسته ای که آقای فخری زاده که بعد ترور شد، آقای سید عباس شاهمرادی زواره که الان در ایران هست، اینها مسئولش بودن، دوباره احتمالاً داره کلید میخوره. اصل نگرانی غرب از این است که این حرکت ایران به سمت بمب هسته ای که یک بار در سالهای 2002-2003 متوقف شده بود، دوباره بخواد آغاز بشه. آقای غفوری، کوتاه به این موضوع هم بپردازیم که چرا به طور کل در این دور از مذاکرات برجام انقدر اطلاعات کمی بیرون میاد، انقدر سخت اطلاعات درس پیدا میکنه؟ بسیار مسئله مهمیه، به خاطر اینکه در همون سال 2015 وقتی ما میرفتیم ژنو، میرفتیم با دیپلمات ها صحبت میکردیم، خیلی بیشتر اطلاعات میگرفتیم. الان کم هست. به نظر میرسه که هر دو طرف، چه طرف آمریکایی چه طرف ایرانی، نمیخواد تا قبل از اینکه به یک نقطه محکمی از توافق رسیده بشه اطلاعاتی درز بکنه، به خاطر مسئله داخلی. چون خود آقای بایدن مخالفان بسیار جدی داره در کنگره، در میان جمهوری خواهان و بعضی از دموکرات ها حتی، که احساس میکنن که توافق با ایران باج دادن به این کشور. در جمهوری اسلامی هم که میبینیم در طرف دولت روحانی اواخرش هست، مخالفان بسیار جدی داره که این مخالفان سعی میکنن فشار بیارن دولت. به نظر میرسه یک توافقی انجام شده بین طرفین که تا زمانی که نتیجه قطعی نشده اطلاعاتی به بیرون درز نکنه. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، ممنونم از توضیحاتتون.